و خبری از یمن در شرایطی که احتمال گفتگو میان طرفهای درگیر در یمن وجود دارد کمیته بین المللی صلیب سرخ از آنان خواسته به حفاظت از اشخاص غیر نظامی وزیر های این کشور متعهد باشند و از آسیب زدن به آنها جلوگیری کنند. به گزارش شیویوز به نقل از سلب سرخ جهانی از جنو و یمن همزمان با تشدید درگیری ها در, در, در الهدیده فابریزیو کاربونی مدیر عملیات منطقه خاورمیانه کمیته بین المللی سلب سرخ با بیان اینکه الهدیده و جمعیت چند صد هزار نفری آن بار دیگر در میانه خشونت ها گرفتار شدهاند اظهار داشت گفتگوهای پیش رو نمیتواند دلیلی برای بیعتنائی به قوانین جنگ باشد. قوانینی که میتواند جان یمنی ها را حفظ کند. او افزود جنگ ها قوانین خاص خود را دارند و طرفین درگیری ها حتی در خشنترین نبردها باید این قوانین را رعایت کنند. با نزدیک شدن درگیری ها به مراکز درمانی در الهدیده خدمات بیمارستان 22 می این شهر متوقف شده است. اکنون خط مقدم درگیری ها در الهدیده فقط چند متر از بیمارستان السوره، بزرگترین بیمارستان این شهر فاصله دارد چربه سرخ جهانی با اختار درباره وجود اخلال در کار سایر مرکز درمانی در خصوص ناتوانی و کمبود ظرفیت مرکز درمانی باقی مانده برای رسیدگی به حجم بالای زخمی ها و خدمت رسانی پزشکی هشدار داد به گفته کاربونی حمله جدید به الهدیده مذکور سوی امیدی که با اعلام گفتگوهای صلح روشن شده بود را به خاموشی میبرد از زمان تشدید درگیری ها در خرداد ما کمیته بین المللی سلب سرخ موفق به اعزام 80 تن تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی داخل و اطراف شهر الهدیده شده و تنها 48 هزار نفر از آوارگان این درگیری ها در این شهر و اطراف آن از کمک های غذایی و لوازم ضروری زندگی این سازمان بهرهمند شدهاند